مسئولان اداره خط آهن افغانستان ازبکستان را به خلاف ورزی در قرارداد جدید بندر حیرتان متهم می کنند. څه د دې لامل شو چې ازبکستان سره تاسو قرارداد لغوه کړی؟ بخت الرحمن شرافت رئیس این اداره در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز میگوید ازبکستان توافق قبلی را نقض کرده و به گونه یک جانبه انتقال کالاها را توقف داده است، آن هم زمانی که کار عملیاتی بندر حیرتان به قزاقستان سپرده میشد. رئیس این اداره می افزاید که ازبکستان بر تمدید قرارداد قبلی نیز پافشاری داشته و از جانب افغانستان خواسته است تا 65 کارمند تخنیکی این کشور را در بندر حیرتان استخدام کند و برای هر یک $195 بپردازد که ماهانه معاش هر کارمند $6,000 آمریکایی می شود. با گفته رئیس اداره خط آهن در حال حاضر پروسه انتقال کار عملیاتی بندر حیرتان از ازبکستان به قزاقستان متوقف شده است. متاسفانه په دغه ورځ باندې چې موږ نور دا پروسه انتقال کو او پروسه له ازبکستاني شرکت څخه افغانستان اورګاډي ادارې ته انتقال سي، سي تخنیکي سپورټ یې قزاقي شرکت کوي. په هغه ماښام باندې موږ د ازبکستان د دورې څخه بل دغه رالی یو بل قرارداد رالی چې هغوی یو جانبه خپله امضا کړی ده او موږ ته راولې چې دا امضا کړي قرارداد چې موږ ما وکتئ ادارې وکتئ دلته شپارس کسان موږ سره منلي وو، شپارس کسان په دې قرارداد کې وو چې دا شپارس د ازبکستان کسان به حیرتان بندر کې تاسو توافق کړی وو؟ موږ توافق کړی وو، دوی منلی وو. دا دستخطونه دي ټول د دوی طرف، از موږ طرف، د دواړو جانبو دا ټول لاسلیکونه دي. آقای شرافت تاکید دارد که برای حل مشکلات پیش آمده در انتقال کالاها از بندر حیرتان هیئت از جانب افغانستان آماده سفر به ازبکستان است و تلاش‌ها برای حل مشکلات پیش آمده جریان دارد. دا چې پرون یا بل ورځ مکمل پروسه باید انتقال شوی وای، متاسفانه سی پروسه انتقال نسوه، څه خنډ پکې واقع سو. د دې لپاره زموږ یو هیئت درې کسیز هیئت په پیلم په حیرتان کې ده او یو بل هیئت چې هغه مو حکم اخیستی ده له ریاست وزرا څخه په پروسس کې ده. د ویزو دپاره مو د ازبکستان په کابل کې د ازبکستان له سفارت څخه غوښتنه کړې ده. انشاءالله چې کله مو ویزې ایشو وسوې، ویزې ورکول وسوې، دا هیئت به ځي په ترمیز کې به مذاکره کوي او دا کوم خنډ چې واقع شوی ده په انتقالاتو کې چې توقف راغلی ده دا به ډېر ژر حل شي. رئیس این اداره همچنان میگوید که بررسی ها برای تطبیق پروژه افغان ترانس آغاز شده است، هرچند تطبیق این پروژه از سوی انجینران بیرونی در حدود $4.8 میلیارد تخمین زده شده، اما رئیس اداره خط آهن تاکید می کند که این پروژه را به هزینه $2.8 میلیارد تطبیق خواهد کرد و به زودترین فرصت راه آهن در داخل کشور گسترش خواهد یافت و نیز با تطبیق این پروژه کابل با ننگرهار و ننگرهار با شهر مزار وصل خواهد شد. دا هر څه مشکل کولای شو، هر څه مشکل کولای دلته اراده است، شفافیت است، تصمیم است او د مشرانو د قیادت مشرتابه تعهد است. کوم په یقین درته وایم چې دغه نن زل ازبکستان څخه له مزار څخه دا پروژه شروع کوم بدون یو اړخ په اعتماد کې اخیستل چې کوم مسیر یا څنګه مسیر دی. دا به تر څو پورې زموږ انتظار وي چې موږ له پاکستان سره باید له کوم ولایت له لارې وصل شو. ما ته په افغانستان کې اورګاډی مهم ده، ما ته مزار له کابل سره وصل کېدل مهم دي، ما ته کابل له ننګرهار سره وصل کېدل مهم دي او دا ډېر اسانه ده. دا اراده غواړي، یو کار شروع کېدل یو پیل غواړي. دې ته بودیجه هم پیدا کېږي، دې ته انجینران هم پیدا کېږي. با تازگی اداره خط آهن افغانستان قرارداد بندر حیرتان را برای مدت 2 سال با کشور قزاقستان بست که این قرارداد با سهولت‌ها برای دولت افغانستان همچنان زمینه کارهای عملی و کادر مسلکی را نیز دارا می باشد. خط آهن حیرتان که 75 کیلومتر از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف امتداد یافته است، از طریق آن کالاها از چین، قرغزستان، ازبکستان و قزاقستان به افغانستان منتقل می شود و از بهره خدمات اداره خط آهن سالانه نیز بیش از $2 میلیارد بر عواید دولت واریز می شود.